با سلام و وقت بخیر به سرویس خبری این ساعت از شبکه جهانی هزاره ورد با من بلقیس بهار خوش آمدید. سرخط اخبار: باری طالبان در دایکندی، قانون جنجالی امر به معروف را به کارمندان دولتی آموزش می دهد. طالبان در بلخ مسجدی با هزینه 5 میلیون افغانی می سازد. طالبان از کشف 13 اثر تاریخی در لغمان خبر داد. طالبان در هرات یک پسر جوان را پس از بازگشت از ایران بازداشت کردند. تلاشی زنان در غور مردم را علیه طالبان شوراند. و خبر اخیر این که حمایت جمعی از مسلمانان در ایالت میشیگان از دونالد ترامپ. مشروع خبرها: دفتر والی طالبان در دایکندی در خبرنامه اعلام کرد که نجیب الله رفیع والی طالبان قانون امر به معروف را به کارمندان دولتی تدریس و تفسیر می کند. در خبرنامه آمده قرار است برنامه تفسیر و تدریس این قانون به گونه دوامدار ادامه داشته باشد. دفتر ولایت دایکندی یک شنبه 6 عقرب نوشت که صنف تدریس و تفسیر قانون امر به معروف برای کارمندان دولتی روزانه نیم ساعت در نظر گرفته شده است. نجیب الله رفیع والی طالبان در دایکندی در جریان برگزاری این صنف به کارمندان دولتی گفته است که دستورات دین و شریعت اسلام در قانون امر به معروف گنجانیده شده و عملی‌سازی آن حتمی است. قانون امر به معروف بسیاری از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان را نقض می‌کند. این قانون صدای زنان عورت خوانده و از آنها خواسته است صورت خود را نیز بپوشانند. مقام های طالبان از تهداب گذاری یک مسجد جدید با هزینه 5 میلیون افغانی در دوراهی حیرتان ولایت بلخ خبر دادند. دفتر مطبوعات والی طالبان در بلخ روز یک شنبه در بیانیه نوشت که این مسجد با زیربنای 324 متر مربع و ظرفیت 350 نمازگزار اعمار خواهد شد. طالبان گفته این مسجد از سوی فابریکه زوباهن پایتخت فولاد به دستور والی این گروه در بلخ ساخته می شود. طالبان پس از به قدرت رسیدن خود در ماه اسد سال 1400 به گونه گسترده ساخت مساجد و مدارس دینی را آغاز کرده است. کابینه طالبان در ماه حمل پارسال به وزارت فایده عامه این گروه وظیفه داد که در مسیر شارها در هر 100 کیلومتر یک مسجد بسازد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در لغمان اعلام کرد که 13 اثر تاریخی را در ولسوالی علیشینگ این ولایت کشف کردند. به گزارش رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان، این ریاست قدمت آثار تاریخی کشف شده را بین 300 تا 350 سال برآورد کرده است. در این گزارش که روز شنبه 5 مغرب منتشر شده آمده که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت لغمان گفته این آثار تاریخی از یک زیارتگاه کشف شده است. طالبان که تخریب پیکرهای بودای بامیان را در کارنامه خود دارند، حالا بناهای تاریخی و محلات باستانی را گنجینه‌های معنوی افغانستان می‌نامد و تأکید دارد که از آنها حفاظت خواهد شد. منابع محلی در هرات می‌گویند که طالبان یک پسر جوان را پس از بازگشت از ایران در این ولایت بازداشت کردند. منابع روز یک شنبه 6 عقرب به هزاره ورد گفتند که این پسر جوان روز گذشته در ولسوالی چشت شریف بازداشت شده است. این جوان فقیر احمد نام دارد و 2 روز پیش از ایران بازگشته بود. هنوز دلیل بازداشت این پسر جوان مشخص نشده است. مسئولان محلی طالبان در هرات تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. این در حالی است که طالبان پیش از این نیز شماری از شهروندان را به اتهام‌های گوناگون پس از بازگشت به کشور بازداشت و زندانی کرده بودند. بازرسی بدنی زنان در ولسوالی پسابند ولایت غور روز شنبه 5 مغرب خشم مردم این ولسوالی را علیه طالبان برانگیخت. منابع محلی میگویند طالبان برای خاموش کردن اعتراضات مردم از خشونت کار گرفته و در تیراندازی افراد این گروه دست کم 6 نفر زخمی شدند. منابع میگویند در جریان درگیری میان طالبان و معترضان روز شنبه 5 مغرب دست کم 1 عضو طالبان نیز زخمی شده است. تاکنون مقامات محلی طالبان در غور درباره این رویداد توضیحی ندادند.
جمعی از مسلمانان در ایالت میشیگان حمایت خود را از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کردند. بلال زهیری، امام جماعت مسجد در میشیگان گفت: ما به عنوان مسلمانان از ترامپ حمایت میکنیم چون او وعده صلح میدهد نه جنگ. اعضای جامعه مسلمان میشیگان روز شنبه 5 مرداد در کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ شرکت و روی صحنه رفتند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، بلال زهیری در سخنرانی خود در حمایت از ترامپ گفت: خونریزی باید در سراسر جهان متوقف شود. من فکر میکنم این مرد توانایی آن را دارد. و افزود: من معتقدم که خداوند دوبار به دلیل جان او را نجات داد. با اظهار سپاس و امتنان از توجه شما تا این ساعت، تا درود دیگر، بدرود.